به شما بیننده عزیز برنامه جهان و امام حسین علیه السلام عرض سلام دارم. در این قسمت ما با کشیش ندیم نصر مصاحبه خواهیم نمود که یک کشیش مسیحی می باشند. می خواهیم درباره اطلاعات و عقیده ایشان در خصوص ماجرا و میراث امام حسین علیه السلام بیشتر بدانیم. کشیش ندیم، بسیار متشکریم از اینکه وقت خود را برای این برنامه در اختیار ما گذاشتید. باعث افتخار من است. سوال اول من این است، شما کجا متولد شدید و دوران کودکی خود را کجا سپری نمودید؟ من در سوریه متولد شدم، در شهر البازقیه که یک بندر سوریه است، در ساحل دریای مدیترانه. خب به نظر ذاتاً مناطقی باز هستند و انعطاف پذیری بیشتری دارند. از اونجایی که با دنیا در ارتباط بیشتری هستند از طریق دریا نوردی، کشتی ها و خود دریا. همیشه شهرهایی که در کنار دریا قرار دارند دارای مردمانی هستند که تفکر بازتری دارند. امیدوارم من هم یکی از این دست افراد باشم. بیش از 10 سال پیش کشیش ندیم مشترکاً اقدام به تأسیس مؤسسه‌ای جهت ایجاد ارتباط بین ادیان نمود، تحت عنوان Awareness Foundation، بنیاد آگاهی، که هدف آن ایجاد ارتباط بین گروه‌های مذهبی مختلف در کشور انگلستان می باشد. بنیاد آگاهی یک نهاد آموزشی است، یک نهاد مسیحی است. ما در این مرکز اقدام به تولید محتوای خاص خود می نماییم. محتوای آموزشی، واحدهای درسی، دوره‌ها، کارگاه‌های آموزشی برای بهره برداری کلیساها و همچنین قابل استفاده برای دانشگاه‌ها، مدارس علوم دینی و گروه‌های مختلف مسیحی. ویژگی منحصر به فرد بنیاد آگاهی این است که ما در تمامی برنامه‌های آموزشی خود از صاحب نظران ادیان دیگر دعوت به عمل می‌آوریم تا در برنامه‌های ما مشارکت فعال داشته باشند. در تمامی برنامه‌هایی که ما برگزار می‌نماییم یک سخنگوی مسلمان وجود دارد، یک سخنگوی یهودی وجود دارد. و هدف از این اقدام دستیابی به درک بهتری از خودمان مسیحیت می‌باشد. زیرا اعتقاد من این است که برای دستیابی به درک بهتر، حقیقی‌تر و عمیق‌تری از خودمان می‌بایست به آنچه دیگران می‌گویند گوش فرا دهید. بسیاری از دوستان مسلمانی که دارم و ارتباطات و تعاملاتی که در طول سال‌هایی که در لندن زندگی می‌کردم ایجاد نمودم سبب شد تا من مسیحی بهتری شدم و ما بایستی این گونه بر یک دیگر تأثیر گذار باشیم. بنابراین تعاملات من با سایر ادیان موجب شد تا درک عمیق‌تری از آیین خود به دست آورم. شما چه زمانی برای اولین بار با امام حسین علیه السلام و ماجرای غم‌انگیز کربلا آشنا شدید؟ خب راستشون آزادگاه من منطقه خاورمیانه است. فراموش نکنیم که مسیحیان مقیم خاورمیانه با مسلمان مقیم غرب متفاوت هستند. مسلمانان مقیم غرب عموماً مهاجرین هستند. حتی اگر بیش از 100 سال از اقامت آنها می‌گذرد باز هم آنها مهاجر محسوب می‌شوند. همونطور که همه ما می‌دانیم عیسی مسیح علیه السلام در فلسطین متولد شد و فلسطین در زمان امپراتوری روم منطقه‌ای تابع و وابسته به این امپراتوری بود. پس می‌توان گفت که عیسی مسیح علیه السلام در واقع یک شهروند منطقه سوریه بودند که پیرو آیین یهود بوده و دارای فرهنگی سوری بودند. بنابراین مسیحیت بین 600 تا 700 سال در سوریه قدمت دارد، حتی پیش از آن که اسلام ظهور نماید. پس ما در زمره مهاجرین نیستیم و جزو گروه غیر بومی محسوب نمی شود. ما اصالتاً به اینجا تعلق داریم و اصالتاً بخشی از بافت اجتماعی جامعه سوریه می باشیم. بنابراین به دلیل وجود چنین محیطی در سوریه و از آنجایی که ما اصالتاً بخشی از این جامعه هستیم به صورت روزمره با مسلمانان حشر و نشر داریم. من در کنار دوستان خود بزرگ شدم، دوستانی مسلمان و دوستانی مسیحی، و این اصلا مسئله غیر عادی برای ما نبود و توجهی به این که چه کسی مسلمان است و چه کسی مسیحی نداشتیم و این گونه بزرگ شدیم. در مدرسه بهترین دوستان من مسلمان بودند. پس من با آگاهی از اعتقادات مسلمانان بزرگ شدم
و با ماجرای اسلام. میدانید که هر دین و مذهبی ماجرایی برای گفتن دارد. مسیحیت ماجرایی برای گفتن دارد و اسلام هم همینطور. ماجرای اسلام، خب حقیقت این است که مردم خاورمیانه از نقل داستان و ماجراها لذت میبرند و ما داستانها و ماجراهای مسلمانان را از ابتدای تولدم شنیدم. ما نسبت به امام حسین علیه السلام و درباره شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام و درباره همه خلفا و ماجراهای فتوحات، درباره سیاست‌های داخلی اسلام و گسترش اسلام و غیره آگاهی داریم و همه این مسائل ملکه ذهن من شده. پس نمی‌دانم و نمی‌توانم بگویم که دقیقاً از چه زمانی با امام حسین علیه السلام آشنا شدم و راجع به ایشان چیزی شنیدم مثل هر مسلمانی. از هنگام تولد، هنگامی که تحصیلات خود را در علوم مذهبی آغاز کردم، در همون زمان نیز مطالعات من در خصوص اسلام آغاز شد به عنوان بخشی از تحصیلات علوم مذهبی. در اون زمان مشغول مطالعه عمیق‌تر در رابطه با شخصیت‌های برجسته اسلامی شدیم و افرادی که بر سیر تاریخی اسلام تأثیر گذار بودند. چگونه ممکن است که شخصی به مطالعه سیر تاریخی اسلام بپردازد و بدون تفکر و تأملی ظرف در خصوص امام حسین علیه السلام از این شخصیت عبور نماید؟ مجموعه ماجرای ایشان در واقع از ارکان شکل دهنده تاریخ اسلام است. پس شناخت بیشتر در خصوص ایشان وقتی در دانشگاه علوم مذهبی بودم و 18 سال داشتم حاصل شد. بعد از مدتی من بررسی دقیق‌تر ماجرای کربلا پرداختم. در طی تحقیقات خود و 2 سال پیش من اولین سخنرانی خود را درباره امام حسین علیه السلام و کربلا ارائه نمودم. چه چیزی باعث شده است که تحقیقات بیشتری در خصوص امام حسین علیه السلام انجام دهید؟ راستش موضوع فداکاری. اگر ما تاریخ اسلام را بررسی نماییم، مشاهده می‌کنیم که اوج فداکاری در اسلام در واقعه کربلا مجسم شد. زیرا امام حسین علیه السلام بدون ارتکاب هیچ جرمی کشته شد. یزید از ایشان طلب بیعت نمود برای خلافت خودش و امام حسین علیه السلام معتقد بودند که چنین بیعتی برایشان جایز نیست و اینکه این عملی نادرست خواهد بود، زیرا یزید را شایسته جایگاه حکومت و چنین مقامی نمی‌دانستند. بنابراین ما می‌بایست به ایستادگی آزاد مردانه امام حسین علیه السلام و مخالفت آشکار ایشان در مقابل یزید دقت نماییم و اینکه ایشان حقیقتی را بیان نمودند. عیسی مسیح علیه السلام در زمانه خود در مقابل رهبران دینی ایستادند و حقیقتی را بیان نمودند و آنها را منافق معرفی کردند، زیرا رهبران دینی در زمانه عیسی علیه السلام چندان تفاوتی با یزید نداشتند. پس حالا متوجه منظور من از این مقدمه می شوید. ما شاهد یک موضع‌گیری در اینجا و یک موضع‌گیری در آن زمان هستیم و هر دو بزرگوار بهای عدالت و راستی، عشق ورزی و از خودگذشتگی را با نثار جان خیش پرداختند، نه چیزی کمتر از جان پرارزش خیش. بنابراین چنین بصیرت و این گونه آزاد اندیشی که در روزگار فعلی نایاب است، موجب شد تا هم امام حسین علیه السلام و هم عیسی مسیح علیه السلام جان خود را برای آنچه بدان اعتقاد داشتند و برای حقیقت عیسی نمایند. و از این جهت است که در آیین مسیحیت ما این پدیده را با مراسم تکه نان و جام گرامی می‌داریم و شما شیعیان با مراسم روز عاشورا جانفشانی امام حسین علیه السلام را یاد می‌کنید. چه آثاری در رابطه با زندگانی امام حسین علیه السلام تألیف یا ارائه نمودید؟ من مقاله‌ای در قالب سخنرانی در خصوص کربلا ارائه نمودم. سخنرانی مشابهی در دانشگاه درباره شخصیت امام حسین علیه السلام داشتم و همچنین سخنرانی دیگری در طی کنفرانس امام حسین علیه السلام در لندن ارائه دادم که موضوع آن مقایسه دیدگاه امام حسین علیه السلام و دیدگاه حضرت مسیح علیه السلام. به من ارائه مشترکی با آقای سید علی عباس رضوی داشتم و همراه ایشان سخنرانی بسیار جالب و مفیدی در خصوص شخصیت امام حسین علیه السلام برای دانشجویان داشتم که برای خود من بسیار مهمه، زیرا ذهن جوانان برای انسان الهام بخش است، حتی شیوه نگاه کردن اونها به انسان. و برای مهیا شدن برای آنان نباید فراموش کنید که ذهن جوانان به دقت به شما گوش خواهد داد. من همچنین
مقایسه از زندگانی امام حسین علیه السلام با زندگانی حضرت مسیح علیه السلام ارائه نمودم و درباره شجاعت و دلاوری این دو شخصیت صحبت نمودم. درباره مهربانی آنان سخن گفتم. درست است که آن دو بزرگوار بسیار شجاع، دلیر و نیرومند بودند، ولی در این حال نرخو مهربان و از خود گذشته بودن. نیازی نیست که انسان نیرومندی خود را با گستاخ بودن به نمایش بگذارد و یا شجاعت و دلاوری خود را با عدم ملاطفت و نرمی. حقیقت این است که شجاعترین مردم نرمخوترین آنها می باشد. اگر روش و منش حضرتش و نوع گفتار و آموزه های امام حسین علیه السلام بررسی شود، می بینیم که حتی در و پس این لحظات زندگانی و جانفشانی خیش ایشان نرخو بودند. حتی در وسط میدان کارزار ایشان می دانستن که در آن جنگ غلبه ظاهری از آن ایشان نخواهد، اما می دانستن که بایستی جان خیش را برای آن که بدان اعتقاد داشتن نصاف، زیرا اگر ایشان سازش و مصالح می کردن فکر می کنم این شکست مفتزخانه تلقی بود. هرچند امام حسین علیه السلام و حضرت مسیح علیه السلام هر دو دارای روحی شریف و لطیف بودند، اما آن دو بزرگوار در معنای کوتاه آمدن از اهداف نجیب و اهل وفق نبودند، بلکه انسانهایی بودند با مأموریتی معین و همین دلیل ایشان از نیروی بهرمند بودند تا برای حق استادگی نمایند و به همین دلیل ایشان بایستی بهای آن را نیز می‌پرداختند و هر دو بزرگوار این بها را در بالاترین سطح پرداختند و همین دلیل ایشان همچنان زنده هستند. حضرت عیسی علیه السلام در باور ما مسیحیان زنده است و به صورت جسمانی از عالم مردگان برخاست و حیات امام حسین علیه السلام همواره از طریق آموزه‌های ایشان در قلب و روح مؤمنین استمرار دارد. ایشان سرور شهدا می باشند. مسلمانان معتقدند که ایشان سید الشهدا بوده و هستند. واکنش افراد نسبت به مطالبی که درباره امام حسین علیه السلام ارائه نمودید چگونه بود؟ بازخورد و واکنش ها بسیار عالی و فوق العاده بود و آنها می خواستند که بیشتر بدانند. یکی از بهترین جلسات پرسش و پاسخ دوران حرفه خدمتم به عنوان یک کشیش را در آن روز تجربه کردم که در خصوص امام حسین علیه السلام و کربلا و موضوعات مربوط به آن با دانشجویان چه مسیحی چه مسلمان گفتگو کردند، زیرا چنین مباحثی مردم را بر آن می‌دارد تا تفکر کنند. این مطالب باعث می‌شود تا افق فکری افراد فراتر از سوالات معمول پیش رود و وارد حوزه مسائل عمیق‌تری در رابطه با زندگی شود، یعنی همان معنا و هدف متعالی از زندگی انسان. و ادیان می‌بایستی به این شکل به حیات خود تداوم بخشد. ما بایستی برای دیگر الهام بخش باشیم و محرکی برای تعقل بیشتر، ولی در این حال می‌بایستی مبلغین صلح و دوستی باشیم. آیا امام حسین علیه السلام پیامی برای همه جهانیان دارند یا اینکه پیام ایشان تنها محدود به مسلمانان می باشد؟ قطعا به هیچ کس اجازه نخواهم داد که من را از چنین شخصیتی جدا نماید. بدون شک ایشان برای من الهام بخش بودند. در طول مطالعات و زندگی من ایشان چهره جهانی هستند، همونطور که حضرت عیسی علیه السلام شخصیتی جهانی می باشند. زیرا ما بایستی بیاد داشته باشیم که این شخصیت ها به دلیل ایستادگی و اعتقاد راسخ خود و به واسطه رابطه خیش با خداوند و با عنایت به آنچه که به جامعه بشریت عرض نمودند انسان های عالمگیر می باشند. و جالبترین نکته در خصوص این چهره ها این است که آنان افرادی بومی بودند. اعتقادات آنها اصیل و عمیق بود، ولی در این حال ایشان در بافت فرهنگی و محیطی خود ریشه داشتند. هر دوی این بزرگواران، اگر انسان زندگی و خانواده امام حسین علیه السلام را زندگانی کوتاه ایشان را بررسی نماید و نیز حضرت عیسی علیه السلام و زندگانی کوتاه ایشان را، چون این دو بزرگوار در موقعیت مکانی و زمانی خاصی احاطه شده بودند و ایمان عمیق ایشان به خداوند وجود آنها را فرا گرفت، چطور بگویم؟ وقتی یک شخصیت برجسته این دو بعد حیات خود را تلفیق می نمایند، یعنی بعد معنوی و رابطهش با خداوند و اعتقاداتش و از سوی دیگر رابطهش با مردم و اطرافیان و محیط زندگی خود، در صورت که این تلفیق به شکل صحیح انجام شود نتیجه آن تأثیر عمیق جهانگیر و فرامکانی می باشد و پیامی برای همه جهانیان.
و به همین دلیل چنین افرادی مثل امام حسین علیه السلام، امام علی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام و مانند سنت پاول پس از آن چه انجام دادند دیگر شخصیت‌های محدود به یک مکان خاص نخواهند. آنها در موقعیت مکانی و زمانی خود محیط پیرامون خیش را تحت تأثیر قرار دادند. اما به دلیل بینش ویژه چنین افرادی در خصوص بشریت، آنها به چهره‌های جهانی برای همگان تبدیل می‌شوند. بفرمایید از نظر شما ماجرای امام حسین علیه السلام چگونه با جامعه فعلی پیوند می‌خورد؟ این ماجرا بیشتر از هر زمانی با روزگار کنونی پیوند می‌خورد. شک نداشته باشید. این ماجرا بیشتر از هر زمانی در روزگار کنونی قابل استفاده است. پیام ماجرای امام حسین علیه السلام بیشتر از هر زمانی با جامعه فعلی مرتبط می باشد. به جهان پیرامون خود نگاه می کنیم و شاهد تعصب‌گرایی، سوق ملت‌ها به جهانی شدن و کشتار و خون ریزی به نام دین هستیم. علل خصوص در میان مسلمانان و همچنین در جامعه مسیحیان، یهودیان، بودائی‌ها، هندوها، همه ما درگیر خشونت و خون ریزی به نام دین هستیم. چه چیزی میتواند بیشتر از پیام امام حسین علیه السلام مرتبط با زمانه میباشد؟ یا پیام حضرت عیسی علیه السلام که جان خیش را نثار نمودند تا صلح و دوستی و ارمغان آورند و همزیستی را مستقر نمایند تا برای بشریت زندگانی بهتری را به ارمغان آورند و همزیستی خوشایندتری و نیز هدف بهتری برای زندگی. پس ارتباط تنگ و تنگی وجود دارد و برای هر انسانی، چه شیعیان، چه اهل تسنن، برای مسیحیان و یهودیان و چه برای هندوها، آگاهی نسبت به امام حسین علیه السلام سبب غنی شدن فکر و روح می باشد. به نظر شما ماجرای امام حسین علیه السلام چگونه می تواند باعث اتحاد مسلمانان، مسیحیان و نیز انسانها در سراسر دنیا شود؟ وجود امام حسین علیه السلام میتواند عاملی برای تشکیل پل‌های ارتباطی بسیار بین شرق و غرب شود و نیز بین ادیان مختلف، زیرا ماجرای ایشان، شخصیت و آموزه‌های این بزرگوار انعکاس‌های فراونی در سایر ادیان دارد. من میتوانم سخنرانی‌های متعددی درباره شباهت‌ها و تفاوت‌های امام حسین علیه السلام و حضرت مسیح علیه السلام ارائه نمایم. ما بایستی انعکاس چنین مفاهیمی را در سایر ادیان فرصتی مغتنم شمرده و آن را توسعه دهیم و در این راستا به ایجاد پل‌های ارتباطی میان جوامع خود بپردازیم تا اینکه آنها درک بهتری از یکدیگر داشته و ارزش و قدر یکدیگر را بدانند و اینکه مداوم به قضاوت و انتقاد نسبت به یکدیگر نپردازند. و اهمیت افرادی همچون امام حسین علیه السلام و حضرت مسیح علیه السلام در این رابطه تجلی می‌یابد، زیرا چنین تشابهی میان آنان وجود دارد. البته واضح است که تفاوت‌هایی نیز وجود دارد، چون نهایتاً ما با دو ماجرای متفاوت روبرو هستیم، ولی اینکه هر دو شخصیت برای عدالت و راستی، عشق ورزی و تحقق اراده الهی به پا خواستند، برای حیات ما و به دست آوردن هدفی متعالی تر، معنای عمیق تر و زندگانی بهتری نسبت به آنچه داریم و در نهایت امر استقرار انسانیت واقعی کفایت می نماید و این همان چیزی است که امروز ما بدان نیاز داریم. هنگامی که شما مشغول مطالعه درباره امام حسین علیه السلام و ماجرای کربلا بودید، کدامین لحظات بیشترین تأثیر را بر روی شما گذاشت؟ رفتار امام حسین علیه السلام در ارتباط با کودکان، اینکه ایشان برای حراست از آنها تلاش می نمود، با وجود اینکه می دانستند آن کودکان نیز همان سرنوشتی را خواهند داشت که حضرتش در پیش رو داشتند و نهایتاً نیز آنها کشته می شوند. اما قلب رعوف امام حسین علیه السلام با وجود آن همه ستمگری که ایشان را احاطه کرده بود باعث دلگرمی و قوت قلب است. وقتی با شخصیتی روبرو هستیم که در میان آن همه خونریزی و ستمگری باز هم قلبش به سوی حمایت از کودکان سوق دارد، این رفتاری خارق العاده و متحیر کننده و قطعی تحسین برانگیز از تاریخ. من چنین محبت عمیقی را با تمام وجودم تحسین و عرض می دهم. سؤالی که من از خود و دیگران می پرسم این است که در مواجهه با چنین ماجرایی آیا ما تنها از روی محبتی عمیق و عشق به معنای بروز عواطف انسانی عمل می کنیم و یا اینکه نسبت به حقیقت و عمق زندگانی و آموزه های ایشان و آنچه برای آن ایستادگی نمودند
آگاهی داریم. تصور من این است که داشتن محبت عمیق به تنهایی کافی نیست. ممکن است من فردی را خیلی دوست داشته باشم و عمیقا ارادتمند او باشم، اما اگر او واقعا نسبت به این شخص و اعتقاد و شناخت نداشته باشم، محبت قلبی من توهی از عنصری بسیار مهم خواهد. بنابراین من از افرادی که چنین محبت و ارادتی نسبت به امام حسین علیه السلام دارند میپرسم، همون طور که از مسیحیانی که چنین محبت و ارادتی نسبت به حضرت مسیح علیه السلام دارند میپرسم، آنهایی که به فلسطین میروند تا مکانی که ایشان در آنجا راه میرفتند تعلیمی نمودن و زندگی کردن را زیارت کنم و با آنها میگویم که محبت و ارادت خوب است، بسیار عالی است و این عرق و عشق شعلور نسبت به چنین شخصیت های بزرگی حقیقتا فوق العاده است. اما اگر در همین نقطه متوقف شود جای تأسف خواهد، از اونجایی که این جریان بایستی عمیق‌تر پیش رود، ما بایستی از آنان درس بیاموزیم و الهام بگیریم و به این باور برسیم که زندگانی و پیام ایشان بایستی همچنان در وجود ما به حیات خود ادامه دهد و قدرت واقعی ایمان همین است. امام حسین علیه السلام می توانند عاملی برای اتحاد میان فرق مختلف اسلامی باشند و همچنین برای سایر ادیان. البته نه وحدت به معنای یک رنگ شدن در زیر پرچم یک دین واحد، بلکه به معنای گام نهادن در مسیر نزدیکتر شدن به یک دیگر و درک بهتر از یک دیگر. چون من همیشه به مسیحیان میگویم که اگر واقعا به حضرت عیسی علیه السلام ایمان دارید و مسیح علیه السلام را قلبا دوست می‌دارید و اگر حقیقتا از طریق حضرت عیسی علیه السلام با خداوند ارتباط برقرار می‌نمایید، باید آگاه باشید که عیسی علیه السلام از همه ما می‌خواهند که نسبت به دیگران نگرش بازتری داشته باشید. ایشان گفته است که دشمن خود را نیز دوست بدار و برای کسی که از تو تنفر دارد سبب رحمت باش و برای کسانی که تو را آزار می‌دهند دعا کن. اگر ما چنین نگرش بازی نسبت به دیگران نداشته باشیم، چون خود را پیرو مسیح علیه السلام می‌دانیم، دیگر ایمان ما معنایی نخواهد داشت و تهی خواهد بود. می‌توان آن را محبت عمیق عشق و یا سرور معنوی دانست، اما این روش پیروی هیچ اصالت ظاهری نخواهد داشت. من همین مطلب را به مسلمانان نیز میگویم که شما بایستی پیام امام حسین علیه السلام را بفهمید. آن ایستادگی برای عدالت فراستی، ایستادگی برای مظلومیت و تنفر از سازش در مسیر حق، و این همان چیزی است که به ایمان ما نسبت به اسلام اصالت و جوهره حقیقی می‌بخشد. در غیر این صورت هر کسی می‌تواند دین را به نفع خود تغییر دهد و آن را تحریف کند و ما را چنان شستشوی مغزی دهد تا کاری را مرتکب شویم که نمی‌خواهیم انجام دهیم، کاری که اسلام ناب و راستین هیچگاه آن را تأیید نمی‌نماید. آن دسته از افراد که به نام اسلام بازیچه دست دیگران قرار گرفتند و منحرف می‌گردند، گروهی سطحی نگر هستند. آنها افرادی هستند که فهم درستی از عمق زندگانی، شهادت، آموزه‌ها و پیام‌های امام حسین علیه السلام را ندارند. برای جلوگیری از جریان تعصب‌گرایی و استثمار و متوقف کردن افرادی که دین را وسیله دنیا طلبی خود قرار دهند، ما میبایست در دین و اعتقادات خود عمیق‌تر شویم. اما هرچه در دین و اعتقادات خود عمیق‌تر می‌شویم، میبایست افق فکری خود را وسیع‌تر نمایید. زیرا اگر انسان حقیقتاً در دین و اعتقادات خود عمیق باشد، هیچگاه تعصب بیجا نخواهد داشت. انسان میبایست از تنگ نظری پرهیز نماید و نگرش خود به جهان پیرامون را وسعت بخشد، در دین خود عمیق‌تر باشد و نسبت به دیگران فراگیرتر. پس از آن شما عامل گسترش صلح و دوستی و از بین بردن خصومت‌ها خواهید بود و مبلغ گذشت و عدالت و راستی، و این همون بازتاب پیام امام حسین علیه السلام و یا حضرت مسیح علیه السلام. و این چنین است که ما میتوانیم آینه‌ای برای انعکاس چنین شخصیت‌های والایی باشیم. اگر ما نتوانیم این نور را منعکس نماییم، پس دیگر معنا و مفهوم و هدف دین و اعتقادات ما چیست؟ متاسفانه روند استثمار در حال گسترش است. ما میبایست با پیروی از امام حسین علیه السلام
و حضرت مسیح علیه السلام در مقابل این جریان بایستیم و آن را محکوم نماییم و اعلام کنیم که هدفی متعالی تر و مفهومی زیباتر برای زندگی وجود دارد، تا اینکه فردی را تنها به جرم متفاوت بودن نسبت به خود به قلب برساند. من یک فرد را به خاطر همین که متفاوت است دوست خواهم داشت و می خواهم که از او چیزی بیاموزم، زیرا او متفاوت است. من به دلیل همین تفاوت سعی میکنم گامی به سوی اون نزدیکتر شوم و این گونه است که من و شما میتوانیم آینده خود را بسازیم. کشیش ندیم، بسیار متشکریم از اینکه وقت خود را برای این برنامه در اختیار ما گذاشتید. متشکرم، باعث افتخارم.